یکی بود، یکی هست و یکی خواهد بود. به نام خدا. سلام علیکم خانم ها، آقایان، شوتبال ببینا، شوتبالیا، خیلی خوش اومدین به این برنامه. من مبینا نصیری هستم به همراه کلیه همکارانم در آن سوی دوربین ها و البته تماشاگرانی که خیلی خوش انرژی ان با شما هستیم. در این قسمت از برنامه شوتبال صدای دستاشون رو بشنوید. خاطر گلدویی هستم. افسانه ها میتونن واقعی باشن به شرط که ما بخونیم. جمیله حسینی هستم. زندگیم همیشه برد بوده. انسیه افغان. بردن کار منه. امروز روز ماست. یه اوقاف همیشه تو اوجه. همه بازی ها واسه ما جدیه. خانواده من تنها دختر خانوادم. پدرم به خاطر بیماری سرطان فوت شد. بعد من درست زمانی رو که فکر میکردم بعد از پدرم، چون واقعا پشتم بود با وجود تمام اتفاقاتی که برام افتاده بود، بعد از فوتشون فکر میکردم که دیگه زندگی نیست، عشق نیست، امید نیست و همه چی رو باید تموم کنم. توی خانواده به دنیا آمدم که پر از عشق بود. توی خانواده که اینقدر عشق داخلش بود که ما همیشه مثل یک لیوان پر از چای که شکر توش میریزن و اشباع میشه، ما تهنشین میشد این محبت توی وجودم. من خودم میدونستم چند ماه که یه اتفاقی تو وجود من افتاده. تو همون روزایی که احساس میکنی زندگی داره مسیر مستقیم خودشو میره و حالا پستی بلندی داره اما مسیر مستقیم داره میره، یه های نگاه میکنی میبینی یک روز خیلی عادی وقتی داشتم با بچه ها بازی میکردم، احساس کردم خب یه خون دماغ خیلی شدید شدم، خیلی زیاد. یک روز که میخواستم پسرمو بغل کنم، وقتی که بغلش کردم دیگه نتونستم تکون بخورم. یعنی یه جور بدی درد به من فشار آورد که واقعا دیگه همونجا وقتی پسرمو گذاشتم زمین تلفن زدم و وقت گرفتم که برم. خودم میدونستم قراره چی بشنوم، ولی با این حجمی که به یک باره باهاش مواجه شدم دیگه انقدر متصور نبودم برای خودم. جانس اومد و سال، حالا من زیاد نمیخوام وارد جزئیات بشم چون اصلا رسالتم برای اینجا بودن این چیزها نیست. خب سالها طول کشید اما دکترها تشخیص نمیدادن که واقعا مشکل چیه و هر کدوم یه تشخیص به خصوص خودشونو میدادن و تموم میشد. توی وقتی که من میرفتم برای معاینه و تراپی به کار میبرد، اون کلمات باعث میشد که من هر لحظه قوی و قوی تر بشم. خیلی ادبیات پزشکا مهمه توی مواجهه با بیمارا. دقیقا. اینا گذشت، بعد از یه مدت متوجه شدم که من درگیر مشکل لنفم و چیزی که حالا اسمش خیلی ترسناکه و همه دارن ازش فرار میکنن یا همه دارن یه جوری نسبت بهش گارد میگیرن، من مبتلا به همون داستان شدم. برای من یه سرماخوردگی بود. شاید اولش خیلی برام سخت بود درگیری یا به وجود اومدن چنین چیزی، اما بعدش احساس کردم باید بپذیرمش چون دیگه نمیتونستم غیر از این کار دیگه انجام بدم. دوست داشتم کمک خانواده‌ام باشم به جای اینکه بشم یک درد، بشم یک ناراحتی. من یه آدمی بودم که در کمال سکوت میرفتم میشستم حرفاشو گوش میدادم و در کمال سکوت میامدم بیرون. هیچ حرفی برای زدن نداشتم. یه روز زد به شونم گفتش که بابا فکر کنی یه سال میخوای متفاوت زندگی کنی. همین خیلی قشنگ بود. ما هر وقت تو درگیری مسائلی قرار میگیریم باید به این فکر کنیم که ما تو بلوغیم. بلوغ درد داره، رشد درد داره و حتما بعدش برای چیزی دیگه باید آماده که پیدا کنیم و من به همین شکل مسیرم رو ادامه دادم. خدا رو شکر میکنم خداوند همیشه تو هر قسمتی از زندگیم یک نشونه به من داد و من دنبالش کردم. اونجا نموندم، تو اون باطلاق گیر نکردم، دست و پای اضافی هم نزدم که بیشتر کشیده بشم. سعی کردم دنبال راه چاره باشم تا بتونم از اون اتفاق شاید به نظر دیگران بد یه چیز خیلی خوب در بیارم. میتونم بگم، واقعا میتونم بگم من این حس رو تجربه کردم که حالا هر کسی توی هر نوع بیماری که داره، حالا کانسر، الان که جدیدن کرونا یا حالا هر چیزی که بیماری مادرزادی، احساس میکنم که اون بیماریه به سمت بهبود میره.
بعد ما اون آدمه که تو اون بیماری هستیم شبیه یه ققنوسی هستیم که داریم تو اون آتیشه میسوزیم، بعد با یه پروبال جدید دوباره میخواییم بریم به از اونجایی که بودیم بریم بالاتر. من یه همچین حسی دارم، حالا نمیدونم چقدر درسته یا نیست، ولی این تعبیری بودش که به من خیلی کمک کرد. زمانی رو که پزشک به من گفت شما سرطان دارین ترسیدم، ولی شروع کردم به درمان دیگه این ترس رفت. یعنی برای من خیلی عجیب بود اصلا طوری آقای دکتر و همکارانشون، همکاران کانون، حتی اون پزشکایی که توی بیمارستان فیروزگر و جای دیگه باشون برخورد میکردم، میگم مثلا آشنا شدم با آقای دکتر یه حکمت بزرگی برای من بود. من تو بیمارستان فیروزگر حتی خدمه هاشون با ما طوری برخورد میکردن که من فکر نمیکردم مثلا مریضم، من بلند میشدم به بیمارا کمک میکردم. اینو میخوام بگم، من یادم اون وقتا وقتی یک نفر دردش درد داشت، ناراحت بود، اذیت، میرفتیم کنارش، دلمون میخواست بهش کمک کنیم، حالش رو خوب بکنیم. اما متاسفانه الان در حال حاضر کنارش که قرار میگیریم، بیشتر از اون که دلمون بخواد حالش رو خوب بکنیم، بیشتر دلمون بخواد سر از کارش در بیاریم، و این فکر میکنم بدترین چیزه برای یک آدم. سلام، اومدم یه چیزی رو همین لابلای برنامه بهتون بگم، و اونم اینه که ما برنامه شوتبال رو با رعایت تمام موازین و پروتکل‌های بهداشتی داریم ضبط می‌کنیم. تماشاگرها رو که بهشون ماسک میدیم، ضد عفونی می‌کنیم، تبشون رو می‌گیریم و این اکسیژن خونشون رو می‌سنجیم. اینا رو که همه رعایت می‌کنیم هیچی، عوامل که همشون مدام دارن پایش رو رصد میشن که هیچی، حتی تیم‌های شرکت کننده که میان اینجا برای رقابت، اونها رو هم ما رصد می‌کنیم، ازشون تست می‌گیریم، سعی می‌کنیم حتما پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد اونها هم رعایت بکنیم، برای اینکه سلامت در درجه اول، حتی در برنامه‌های تلویزیونی. اما می‌دونید که ما ناچاریم، مثل پرستارا، مثل کادر درمانی که در خط مقدمن، ما هم این وظیفه رو داریم که بتونیم برنامه‌هایی بسازیم که شما در این مدت بتونید سرگرم بشید، شاد بشید و لذت ازش ببرید. بنابراین وظیفه ما ایجاب می‌کنه که در هر شرایطی بیایم و برای شما برنامه بسازیم. امیدوارم برنامه‌مون رو دوست داشته باشید. اما خواهش می‌کنم ازتون، خودتون هم حتما تو رو خدا رعایت بکنید. دارید می‌بینید شرایط دوباره داره برمیگرده به 3 ماه پیش، حتی چه بسا بدتر از اون و خطرناک‌تر از اون میشه. وقتی میتونیم با زدن یه ماسک جلوگیری بکنیم از انتشار این ویروس و این زنجیره انتقال رو قطع بکنیم، چرا این کارو انجام نمیدیم؟ یه دونه ماسک راحت، فقط ممکنه خود گوشمون اذیت بشه، این ماسک رو بزنیم و رعایت بکنیم تا بتونیم خدا رو شکر و به امید خدا این دوران رو هم با سلامتی پشت سر بگذاریم. امیدوارم که سلامت باشید، با حال خوب ما رو تماشا بکنید و کلی هم به ما انرژی بدید. خب خیلی خوش اومدین به اولین بخش برنامه. اولین بخش برنامه ما طبق روال انتخاب بازی هاست. این 24 تا خونه که شما اینجا میبینید به صورت رندوم در هر قسمت عوض میشه. یعنی مثلا این شکلی نیست که اگه زهرا دفعه پیش زده تو خونه 4 یه بازی در اومده، دوباره الان 4 انتخاب کنی یه بازی دیگه است. اینا مدام داره عوض میشه. خیلی خوش اومدین. دست راست من گروه عقاب ایستادن، به خاطر عقاب آسیا، زهرا خواجوی اسمشون رو گذاشتن عقاب، بچهای فوتبال که زهرا دروازه‌بانه و الهام هم از فوتبالیست خوبه، و البته الهام، درست گفتم، بهاره نصیری قایقرانه. یه دست جانانه بزنید براشون. و دست چپ من چه گروهی ساده. اگر میخواید امید واقعی، انگیزه واقعی رو توی زندگیتون پیدا بکنید، حتما این گروه رو، قصهش رو دنبال بکنید. خیلی خوش اومدید گروه زندگی. یه دست جانانه بزنید براشون. خاطره عزیزم انسیه و جمیله حسینی، خیلی خوش اومدید. و اول کدوم گروه میره برای انتخاب بازی؟ هر گروهی که اول انتخاب بکنه اون گروه باید اولین بار بازی کنه. شما میرید یا شما؟ فکر کنم شما برید ها، چون بالاخره واردترین. نه نه ما میریم. شما میرید؟ باری کلا توپو برداری بفهمید. بعد توپو پرت کنید توی یکی از خونه‌ها بیفته. هفت بزن. اولین مرحله
مسابقه امروز ما مسابقه بادکنکه که قبلا هم دیدیدیم بادکنک ها رو باید با حرکت سر ببرن و برسونن به دروازه ها. خیلی جالبه. مثلا خانم فرهمند که میگن دیوید بکام ایرانه، میگم دیوید بکام نهایت سرگرمیش بوده که یه کاشته نصیبش میشده یه کاشته میزده. شما باید با بادکنک با ضربه سر بادکنک ها رو ببرید و برسونید به دروازه. این اتفاقیه که توی کمتر مسابقه خوشم میاد. خوشم میاد که آمادگی داشتم. خیلی خودم گرفتم. خیلی خوب بود. ریاکشن. بریم. ممکن بلاهای دیگه هم سر شما بیاد توی مسابقه آمادگی داشته باشیم. بریم. سه. چقدر بچه ها زمان دارم؟ 180 ثانیه. 3 2 1 آماده برو. الهام باریکالله بودو الهام ماشاءالله. حرفه‌ای بود کنک بود می‌کنی ها ماشاءالله فوق العاده ای همینه. برو رو زمینه رو ولش کن دوباره بعد باز کن ماشاءالله نفس. برو دیگه باز کنک بعد برو حسین برو تماشاچیا باریکالله الهام برو باریکالله عالی همینه باریکالا سومین بادکنک ماشاءالا بهار مستقیم عالی الهام فرحمند ماشاءالا مهندس عالی باریکالا دیگه برو توپا با دست نباید جلو بریم برم سرعت ماشاءالا شما هم همینطور الهام توپا با دست جلو نداره ماشاءالا الهام بودو پنجمیش با این بار هنوز که چی؟ عالیه الهام سرعت ماشاءالله همینه ماشاءالله بهار عالی برو ماشاءالله بهار عالی ماشاءالله الهام یکم برو چپ ماشاءالله به تو فوق العاده همینو برو باریکالله الهام برو باریکالله این بر چند تا بودو الهام آخرش رو تمرکز کن عالی 7 تا باریکالا بودو بعد 10 تا بگیر 80 ثانیه زمان داریم حسینی جان محض رضای خدا یه دونه با خواب بزن بودو باریکالا الهام 2 تا دیگه بودو برگرد باریکالا از اینجا بزن به جلو ماشاءالله به تو آخریه فکر کنم آخری باشه آقا یه دونم چند تا خوبیا نفس کشیده خودت برو ببین الان ده تا میشه زمان تموم ها الهام دقت کن بهار بودو خسته شو بودو آخرین بادکنکه الهام برو دیگه نفس اگه این بره داخل دروازه تمومه تمام زنگ بزن تیم آقا با 10 تا بادکنک در کمتر از 180 ثانیه این مرحله رو بود البته که غیر از این بود ترجمه میکنم به هر حال فوتبالیستن دیگه دست جانانه بزنید براشون آه چی شد؟ چرا؟ خسته نباشید معلوم بود نمیشه خدا قوت نه مرسی تشویق کنید دوتا گروه ها نمیدونم چرا نداریم واسه اینجور بازی ها آها هنوز آماده این کلا نمیدونستیم اصلا بازی چیه آها حالا کم کم گرم میشین اشکال نداره این اولی مرحله بود 4 تا مرحله دیگه دارید گروه آقا هم اولی بار بودیم بازی رو میکنم ولی چون یه بار دیگه شما مسابقه دادید و اصلا ورزشی هستید یه خورده آشناترید با این فضاها بریم برگردیم و مرحله دوم رو شروع بکنیم صدای دست تماشاگرامون رو بشنوید انرژی بگیرید الهام فرهمند همینجوری وایساده برای اینکه ما 3-2-1 بگیم ببینیم به رفیقش میتونه گل بزنه یا نه هوای رفیقتو داری آره میخوام دست درد بگیم 3-2-1 برو گل دادی بهش باریکلا اول گروه زندگی بازی توپ و کمان رو باید امتحان بکنن کی میره انسیه 5 تا توپ دارید بچه ها
بنابراین هر توپ 20 امتیاز داره و هر توپ خیلی مهمه. نشونه بگیر. مراقب باش که توپت نیفته. قشنگ بکش. بیا عقب. خب بریم. بیا بکش. سه. بیا بیا. دو. یک. برو. باریکلا. آفرین. کی میره بعدی؟ خودت هم میتونی همچنان بری. اول 10 امتیاز هر توپ، اولین 10 امتیاز رو گرفتن ماشاءالله 20 دست بزنید دیگه بابا کوتاه رو بزن کوتاه با فاصله خیلی کم برو دست بزرگ نشونه بگیر قشنگ دقت بکن نشون بده بزرگ آفرین باریکلا برو توپ نداری اینا ها سه تا توپ اینجا داری ماشاءالله برو چرا تو چارچوب نمیزنی؟ برو چند تا دیگه مونده؟ خانم دکترمون هستن ببینیم که چیکار میکنن آخرین پرتابتون ها و حیف شد از این مرحله 40 امتیاز گروه زندگی گرفت گروه آقا بیا شما بشینید تشویقش میکنید کاملا ما شرایط ضد عفونی اینها رو داریم لحاظ میکنیم من که یه دونه برای خودم از این مایعای ضد عفونی کننده کلا آوردم تماشاگرام همونطور که میبینید با رعایت پروتکل های بهداشتی ماسک زدن با فاصله اجتماعی نشستن حتی ما تعداد تماشاگرها رو کمتر کردیم برای اینکه این موازین رو رعایت بکنیم انشالله هممون با سلامت این دوره رو بگذرونیم گرفتاری شدیم خلاصه بریم بچه ها آماده این اول الهام فرهمند ماشاءالله الهام از اول همین رو فقط میگه ماشاءالله بهاره سه وایس من بهش بارم سه دو یک شروع برو ماشاءالله باریکلا باریکلا دو تا رو با یه ضربه الهام خودت میرسی میگه بقیه خیلی خوب بود باریکلا کم جور بود ولی کم به هر حال توپ رو انداخت دیگه الهام ماشاءالله پر هدف الهام فرهمند ماشاءالله باریکلا الهام ماشاءالله بکنم یه دونه پرتاب شما دو تا پرتاب داریم ولی یه دونه توپ الان اونجاست دیگه یعنی یه دونه بزنیم تموم این بر الهام باریکلا بیا بیا وای یه پرتاب دیگه داریم بچه ها یه پرتاب دیگه داریم این آخرین پرتابتونه فعلان 80 امتیاز گرفتیم یعنی 4 تا از توپا افتاده یه دیگه دیگه مونده الان ماشاءالله تو هدفه وای یه ذره کم جون بود باری کلا ماشاءالله ماشاءالله عالی وای سخا جوی باز کار دارم بچه یه تو به هم بدی یه تو به هم بدی زهرا خواجوی میدونین که خیلی استقلالیه از اون استقلالیه خیلی دو آتیشه یاره منم یه پرسپولیسی شیش آتیشم و الانم که قرمز پوشیدم آره خب برو وایسا برم اونجا بایستم آره. ببینیم میتونی بگیری پنالتی ها رو یا نه اعتماد به نفس بچه ها چند تا دارم چند تا پرتاب دارم چند تا پرتاب دارم دو تا پرتاب دارم ببین گفتم آماده ای سه دو فقط این تفاوتش با پنالتی فوتبال اینه که معلومه جهت ما کدوم وریه یک دو سه چقدر تیز بود داشتی میرفتی یه چیزایی داشتی میگفتی اعتماد به نفس چی؟ من با یه دونه توپ اعتماد به نفس هم بین نمیره چی؟ یکی دیگه نفسم این هستشو خب یکی چه پرسپولیس آقا خب
ببین من اگه گل دومو زدم من رو تیم ملی دعوتم کنی ها. به خانم کلین شیت دارم گل میزنم و ایشون اصلا گل نخورده، اصلا خیلی دروازه‌بان خوبیه. بریم سه هی ریز ریز داریم یا این مرا خب با تو بد زاویه یک دو سه باریکلا باریکلا میدونید که زهرا خواجوی رکورد پیام نیازمندم زده توی کلینشید. یه دست خوشگل برای فوتبالیسته خانمه‌مون بزنید. برو برگرد ببینیم مرحله بعدی چی کار میکنم. یعنی خب شاید شرایط من توی کردستان خیلی سخت‌تر از این بود اگر که می‌خواستم سپاهان بمونم، ولی خب یه زمانایی هست که آدم حق انتخاب نداره برای بودن جایی که دوستش داره. علیا همسر خوبی هم ازشون در میاد؟ نمیشه تعمیم داد، ولی خب خدا رو شکر همسر من که خیلی خوبه. خودتون چی؟ خودم باید از ایشون بپرسیم. بعضی اوقات تمرین میکنیم، کار میکنیم، ولی خب ایشون انقدر متواضع هستن که به روی من نمیارن که شما چقدر خوبی. چیکار کنه آدم جلو همسرش باید متواضع باشه دیگه. چند سال ازدواج کردین؟ ما 1 سال و 3 ماه که عقد کردیم. مثلا اگه به بازی بری خونه آقای پاپی دلداری میدن؟ هم ناراحت نمیشه از باخته؟ چرا این کارو کردی؟ چرا اینجوری هست؟ نه اتفاقا همیشه سعی میکنن که چیکار کنه بنده خدا دیگه. حالا چی بگی؟ این بچهای فوتبالیست یا گروه زندگی، بچهایی که تونستن از صد مشکلات بزرگی مثل مشکلات سلامتی بگذرن و الان امید و انگیزه و سلامتی رو نفس بکشن، شاید شما هم احساس بکنید که شبیه این بچه‌ها هستید. اگر اینجوری حس می‌کنید آماده باشید، چه بسا که سری بعد شما روی این صندلی‌ها نشسته باشید، اعلام آمادگی بکنید برای اینکه در مسابقه فوتبال دختران و بانوان شرکت بکنید. دلم می‌خواد که شما رو هم روی این صندلی‌ها ببینیم. ما خیلی زود به فینال می‌رسیم و سری دوم انشالله آغاز میشه. این توپی که می‌بینید دست منه، توپ این مرحله تو در تومونه که خیلی مسابقه جذابیه. و قبلش موافقین جمع امتیازا رو ببینیم؟ بله. ببینیم جمع امتیازا رو. من نمی‌خوام ببینم. گروه عقاب 180 امتیاز. باریکالله. میدونید که سری قبل که بازی رو واگذار کردید چقدر بود جمع امتیازتون در نهایت؟ 120. یعنی الان تو دو مرحله بیشتر از کل اون بازی امتیاز گرفتین. خیلی خوب بوده. و یه بازی هم شما الان دو تا بازیتون رو کردین الان، درسته؟ خب شما تا الان از دو تا مرحله 40 امتیاز گرفتین. یک کمی باید بیشتر تلاش بکنین دیگه گروه زندگی. با تیم تلاش هم که بچهای تیم ملی کبدیان یه بازی دارید. یعنی که برای اونم آماده باشید و اینجا هم حسابی تلاشتون رو بکنید. خب اول باید گروه عقاب این بازی رو شروع کنه، درسته؟ بریم بچه ها تشویقشون میکنیم. این بازی تو درتون و این صفحه تو درتون خیلی جذابه و خیلی هماهنگی شما رو میطلبه. باید خیلی با هم هماهنگ صحبت بکنید و بگید که چی کار باید انجام بدید. برای همین من از تماشاگرها میخوام توی این قسمت یه کمی سکوت رعایت بکنم که شما صدای همدیگر رو بشنوید. آماده اید؟ چند امتیاز میگیری از این بازی فرهمند؟ توکل به خدا دیگه. نمیدونی؟ نه. بری. 3 2 1 برو. آقا نشد. نشد. بچه ها اینجا تو سفر رو باید بباره. بری بالا. شما نه بخواهد. نه شکر این بچه. آها ببین یه ذره شبیه این قایقه هاییه. میاد اینجا سری بده به سمت نوبره. بهاره خیلی خوب بلده کنترل کنه اینجور اتفاقه. برو آها بیا 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 سمت من. وایسا وایسا پایین پایین به سمت خود. بیا خودت خودت بچه بیا. حالا من نه دیگه. آها درسته دیگه. حالا من بیا پایین 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 به سمت الهام. سمت الهام. الهام بگیم. الهام بیا. اولی نقطه ام باریکلا دوباره از 15 از همینجا از 15 باید شروع کنم به سمت خودت به سمت خودت خودت پایین 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 خب باشه ما تو بهتون میگیم پایین 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 الهام سمت تو الهام سمت بالا 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 نه دیگه اشتباه شد اشتباه الهام این مرکه میاد بگیر بزن بیا 15 حالا بعد باید پایین 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 الهام بگی سمت خودت عجله نکن بهار تو بالا 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 ما
مسیر رو اشتباه میدونم. بهار از اینجا تو بگیر. مسیر اشتباه شد. بهار اینجا که اومد بگیر من. سمت من بچه. هیچی فعلا زمان چقدر دارم؟ سرم من. اینجا که میاد بدهیم بهار. 60 ثانیه بچه ها. پایین پایین سمت... خیلی میدی پایین. دیر کردیم توی یه تیکه خواهیم. وضعیت حالا که وضعیتیه. زهرا این تیکه رو باید مدیریت کنی. برو بیا پایین. 47 ثانیه. برو برو الهام سمت خودت. سمت خودت بهار سمت خودت. خیلی بره بچه ها الهام من دیگه نه تو باید سمت تو میاد بیا اینجا رو بسید خالا تو کاری نکن اینجا شما دو تا باید بریم خالا. وای 30 ثانیه دیگه داریم بچه 25 ثانیه سمت من بچه من حرفی ندارم. ببین تو راه که داره میاد. برو 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 برو. آره با آقا گیر کردی. دود میری زهره. عزیزم اینجا من چی؟ 10 ثانیه. 8 6 5 4 3 2 1 بسم الله. خب. خسته نباشید بچه. مرسی. خب بود. بریم. آره بریم. و گروه زندگی بیاید. گروه زندگی رو تشویق. دیدید قشنگ چه جوری بود؟ یعنی فکر می‌کنم که بازی بچه‌ها یکم راهنمایی کننده بود براتون دیگه. خب می‌دونید که اینجا مثلا ما یه خانم دکتر داریم، خانم دکتر داریم، یه نویسنده داریم، یه خانمی داریم که خیلی در نهایت اعتماد به نفس قهرمان زندگی خودش بوده. ولی اینجا ببین خانم دکتر و نویسنده و اینا رو بذارین کنار. خیلی باید هیجانی تا بریم. سه، یعنی باید عکس العملاتون باید خیلی سریع باشه. بریم. سه دو یک. بالا بالا بالا. آروم آروم. بده بالا. خانم دکتر ما خودمون این توپو به شما میدیم. من دکتر نیستم. آره دکتر نیستی؟ نه ما شما دکتر بودی. شما نویسنده بودی. بده 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 بریم. برو صدا هم داری پس غیر از اینکه قلم داری صدا هم داری. خب خانم دکتر شما باید اینجا کمک کنی. ببین اینجا تو باید سفر رو ببری بالا، نباید بذاری برسه به این حفره، چون شما این حفره رو نمیبینی. برو بالا برو بالا 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 یه ضربه دیش پایین پا رو سنیم که من زورم تنها نمیرسه.
زندگی آمادم برای این مرحله، اما قبلش ما جمع امتیازات رو ببینیم ها، ببینیم که چه خبره و چیکار کردید. گروه آقاب 195 امتیاز، باریکلا، و گروه زندگی 50 امتیاز. این مرحله مرحله‌ایه که میتونید خیلی خوب ازش امتیاز بگیرید. شما هم فکر کنم که متوجه شدی کامل این مرحله باید چیکار بکنین. شما یه بار این بازی رو قبلا انجام داده بودی. آماده ای؟ بله. بریم. 3 2 1 شروع. آروم آروم بزن. نه غلط، دوباره از اول، خطا. برو بالا. دستتو نکش دنباله. محکم بزن از اول. وایسا، اینو اول تعادلشو حفظ کن. برو کلا. آروم آروم. خدای من. چرا؟ خاطر خیلی. جلسه مشاوره یه کافه میشه من. باریکلا. نشد. قبول نیست. باره آروم بهرام. این باره هم کردن. بیس امتیاز. بیا. بچه ها 42 ثانیه. بابا 20 بار تو اولیه رو زدی. دیدی اون روی میاد. باز اولیه رو میزدی. بر بده. ماشاءالله. تمرین خیلی خوب بودا، نمیدونم چرا الان اینجوری شد. بریم برگردیم. خانم حسینی هول نباش. جمع امتیازشون رو ببینیم. چند امتیاز گرفتن تا حالا؟ گروه عقاب 255 امتیاز، ماشاءالله. گروه زندگی 50 امتیاز. امتیازهای خوبی گرفتی، یعنی توی گروه ها 255 امتیاز تا مرحله چهارم امتیاز خوبیه. الان هم به حال امتیازی احتمالاً میگیرید دیگه ها زهرا. به نظرم شاید بتونید به عنوان تیم اول صعود بکنید، ولی خب باید ببینیم اون طرف تیم تلاش چه امتیازی کسب میکنه. شما چه خبر بچه ها؟ خوب. این اتفاق تلخی که به هر حال اسمش برای خیلی ها هراس انگیز، ترسناکه و تلخه، شما رو دوره هم جمع کرده. درسته خانم دکتر؟ بله. که گفتید من طبیبم. شما رو دوره هم جمع کرده. بله. و این که شما دوره هم جمع شدیم با انگیزه، با امید، مردم دارن شما رو میبینن، کلی انگیزه و امید میگیرن، این مهمه. برد و باخت مهم است تو مسابقه، ولی نه به اندازه بردی که شما تو زندگیتون داشتید. درسته؟ بله. خانم دکتر میدونید که توی کافه ها در واقع با مراجعینشون صحبت میکنن برای که بتونن مشاوره بدن بهشون. من داشتم فکر میکردم همین قیمت چای و کیک و اینا رو آدم تو کافه پرداخت میکنه افسردگی میگیره. سه بار فقط باید بره مشاوره. بریم. آماده ای؟ 90 ثانیه داریم. 2 1 برو خانم حسینی. بیا برو بالا، برو بالا، برو بالا، نگه دار، نگه دار. نه دیگه بر رفت. وای سریع این ورچه خواه. سریع عجله نکن. بده بالا. خب باریکلا 60 ثانیه. این بر بچه ها دارن بیان. آفر.
آروم 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 آفرین 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 یه بار رفتیم بیست و پنج امتیاز شما گرفتین از 90 ثانیه اول. حالا زمین ها رو عوض بکنید. خوب خیلی خوب داشتیم میرفتیم. بچه ها زمین ها رو عوض کنید. دوستان زمین ها رو عوض کنید. خواهش میکنم بفرمایید. الان یه سوال، یعنی باید دو تا برم خب امتیاز 50 تا برمیدارم. الان ببین الان دو تا بری خب میشه 75 امتیاز با قبلیه. 90 ثانیه دوم زمان رو داره. بچه‌ها هر یه دونه بسری بگید که زمان نره. حالا ما یه دونه 25 بریم. شما هم توپو بذارین مثل بچه ها. 3 2 1 برو. آروم آروم. تازه شروع شد. ماشاءالله. آفرین. عالی. یه صدایی داره این توپه. برو اینجا من چیزی بگم. این LED ما جنس شیشه است. هر بار که این توپ میفته قلب تهیه کننده ما اصلا برو میخواد از حرکت بیاد. آروم عجله نکن. میتونی بیا خانم حسینی به خود خوب داری میای. آفرین باری کرد. تو این قسمت پایا پای رفتید، یعنی تو 90 ثانیه دوم شما 25 امتیاز گرفتید، 90 ثانیه اول شما 25 امتیاز گرفتید. فکر کنم اینجوری امتیازات شما بشه 75 امتیاز. شما بچه‌ها حساب کتاب می‌کنم میگم من فقط همین دو رقم میشد. آن ریاضیت هم خوبه پس باریکلا. خب جمع امتیازا رو ببینیم بچه‌ها، ببینیم چه خبره. بریم بچه‌ها بریم ببینیم که چه خبره. بیایید دوستان. ما به کیفیت بازی اهمیت میدادیم. دویست و هشتاد امتیاز گروه عقاب گرفتن در پایان این مسابقه. شما 75 امتیاز گرفتین. باریکلا. تیم برنده مسابقه امروز بچه های تیم ملی فوتبال و قایقرانی کشورمون، تیم عقاب. گروه زندگی یه بازی دیگه داره، یعنی هنوز مسابقه برای گروه زندگی تموم نشده، یه بازی دیگه دارید با یک تیم دیگه به اسم تیم تلاش که اونا بچه های تیم ملی کبدی هن که باید ببینیم اونجا چی کار میکنین. یه بار دیگه ما امتیازا رو ببینیم. 280 و 75. پس شما نمیتونید بازی نجات رو هم انجام بدید. با توجه به اینکه تفاوت امتیاز و تفاضل امتیازتون خیلی، نمیتونید ریسک کنید. چون منفی میخورید. انقدر امتیاز ندارید که بتونید روش ریسک کنید. در واقع 205 امتیاز بچه‌ها میخوان، ولی چون بازی نجات اینجوریه که
اگر نتونن انجام بدن 250 امتیاز ازشون کم میشه، شما ندارید 250 امتیاز که در واقع بتونید این ریسک رو انجام بدید. بنابراین باید بریم تا بازی بعدی با گروه تلاش ببینیم اونجا چیکار میکنین و امیدوارم که اونجا بتونید خیلی بهتر، الان دیگه گرم شدین دیگه ها، با شرایط مسابقه آشنا شدید، اونجا امیدوارم که بتونید جبران بکنید امتیازا رو. نویسنده دوست داشتنیمون خانم طبیب و خانم حسینی عزیز رو تشویق کنیم. برای برنده هم یه دست خوشگل بزنیم. ممنون که ما رو تماشا کردین. این مسابقه شوتبال دختران بودی که از شبکه نسیم تقدیم شما شد. تا مسابقه بعدی این گروه ازتون خداحافظی میکنیم. شوتبال دختران رو ببینیم.